سلام وقت شما به خیر بیننده های عزیز توجه نمایید به خبر دست تمدن اعضای شورای علمای شیعه کشور با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر دیدار کردند ارگ با نشر خبرنامه گفته که در این دیدار اعضای شورای علمای شیعه خواسته ها و پیشنهاداتشان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر ارائه کردند معاون سیاسی نخست وزیر نیز به اعضای شورای علمای شیعه کشور اطمینان داده که روی پیشنهادات آنان غور خواهد شد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرد وزارت خارجه اعلام کرده که دو طرف در این دیدار روی گسترش روابط دوجانبه، تجارت ترانزیت و تحولات سیاسی اخیر در منطقه گفتگو کردند. دو طرف همچنان درباره مشکلات پناهجویان افغان در ایران افزایش برق افغانستان توسعه بندر چابهار و رسیدن آب به نیمروز و سیستان و بلوچستان در پی بارندگی های اخیر گفتگو نمودند حسن می قومی در این دیدار همچنان اطلاعات درباره دومین نشست دوها به امیرخان متقی ارائه کرده است وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرده که بر اثر بارش برف و باران از اول تا 23 هود در سراسر سر کشور 60 نفر جان باخته و 23 تن دیگر زخمی شدند این وزارت همچنان گفته که 1600 خانه به گونه کلی و جزئی تخریب و 177911 رسم مواشی تلف شدند با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته با همکاری سازمانهای های بین و ملی توانسته به 22 1415 خانواده غذا و سرپناه فراهم کند و توزیع کمک به آسیب دیدگان ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت از گسترش روابط تجاری میان کابل و تاشکند خبر داده و گفته گراف تجارت میان دو کشور در سال 2000 23 به 266 میلیون دلار میرسد همزمان وزیر خارجه ازبکستان در جریان سفرش به کابل گفته تاشکند تصمیم دارد در بخش‌های های معادن زراعت پروژه خط آهن افغان ترانس و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند همزمان با نزدیک شدن فصل بهار بازار خرید و فروش نهال و گل در ولایت غزنی رونق گرفته نهال فروشان میگویند امسال به دلیل بارش برف و باران امیدواری ها برای کشت و غرس نهال بیشتر شده و فروشات آنها نسبت به سالهای گذشته چند برابر افزایش یافته. در این حال مسئولان محلی غزنی نیز از سهمگیری شهروندان در سرسب ساختن شهر استقبال می کنند. و خبر اخیر این که پس از شکست های پیاپی فرمانده ارتش اوکراین اعلام کرد وضعیت این نیروها در میدان نبرد دشوار و پیچیده تر شده است الکساندر سرسکی تأکید کرد نیروهای روسی آماده حمله به خطوط مقدم نظامیان اوکراینی در شرق منطقه دونسک هستند این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین سه روز پیش مدعی شده بود پیشروی روسیه در شرق این کشور متوقف شده نیروهای روسی در ماه‌های اخیر پس از خونین ترین نبردها چند شهر اوکراین از جمله شهر مهم آدیوکا را تصرف کردند اوکراین برای متوقف کردن نظامیان روسیه شدیدا با کمود نیروی انسانی و تجهیزات نظامی مواجه است های عزیز این خبر ده بود وقت شما بخیر